رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات استعفا داد. افغانستان د خلکو په وړاندې باندې او د تاسو د خپلواک کمیسیون د رهبری په وړاندې باندې د خپلې دندې څخه رسمي استعفا ورکړه. استقبال دکتر عبدالله عبدالله از کنار رفتن ضیاءالحق عمرخیل. و آغاز خشونت های تازه در شهر اسلام آباد. و شبتون بخیر. امروز دوشنبه دوم سرطان سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 23 جون 2014 میلادی. با سرویس خبری این ساعت آریانا نیوز و آریانا با من بهشت رحمانی خوش آمدید. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات رسما از سمتش استعفا داد. آقای عمرخیل از سوی عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از داشتن در تقلب متهم شده است. اما آقای عمرخیل میگوید او همه اتهامات وارده علیه خود را رد میکند، ولی به خاطر اعتماد سازی و نجات انتخابات به عنوان یک روند ملی از سمت خود استعفا میدهد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر. پس از چند روز اعتراض های پی هم دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در مورد دخالت رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در پروسه انتخابات، آقای عمرخیل ظهر دوشنبه از سمتش استعفا کرد. بر کناری آقای عمرخیل یکی از خواستهای جدی آقای عبدالله بود و به این دلیل روابطش را با کمیسیون های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد. اما آقای عمرخیل میگوید که بدون کدام فشار از وظیفه‌اش استعفا کرده است و علتش را چنین حکایه میکند. نن غواړم بهبود دی مملکت په خاطر، نن غواړم بهبود دی افغانستان دی خلکو دی ژوند په خاطر، نن غواړم بهبود دی اعتماد سازی دی پروسې په خاطر، نن غواړم چې ملی نهادونه ملی پاتې سي د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبری په وړاندې باندې د خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړه. ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله همچنان نوار صوتی را منتشر کرده است که گویای مداخله مستقیم آقای عمرخیل در پروسه انتخابات به نفع نامزد مشخصی است. اما آقای عمرخیل میگوید که این نوار جعلی و مصنوعی است و تأکید دارد که برخی علاقات از یک سال به این طرف میخواستند تا پروسه انتخابات را تحت شا قرار بدهند، اما وای تا آخرین لحظه استادگی کرده است. ده هغه توتیو یو لړۍ و چې زور سره مخامخ ده اوس نه ده محترم دوستان، ده دی یو کال یا سکم دی یو کال نه هم دغه ستونز و مشکلات سره زلاس و گریوانم چې ما ده هر مشکل او ستونز سره مقابله و مبارزه کړی، ده هغه غیر و مشروع غختونو په وړاندې مبارزه کړی دوستانو چې په اول دور ټاکنو کې د عمرخیل څخه سوې ده. حتی غختنې تر دې حده پورې وي چې د نورو اراوې کمې سي، اما دته 50 جمع یو تکمیل. از سوی هم احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هیچ کسی به شمول کمیسیون خواهان برکناری وی نشدند و استعفای او به خواست خودش و منافع کشور بوده است. بر رضای خود امروز از وظیفه‌اش کنار میره. همه رقمی که گفتم این نوار صوتی به استعفای از هیچ ارتباطی نداره و هیچ کس از اینا نخواستن که استعفا بکنه. یعنی نه کمیسیون اینا را به این کار مجبور ساخته، نه کدام شخص دیگر. پس از اعلام استعفای ضیاءالحق عمرخیل، دکتر عبدالله عبدالله گفت هر کسی که مسئول گسترده تقلب در پروسه انتخابات است باید در برابر قانون پاسخگو باشد. آقای عبدالله همچنان میگوید که شرطش به خاطر داخل شدن به پروسه تکمیل شده، اما شرطهای دیگری نیز دارد. دکتر عبدالله عبدالله ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی را بعد تقلب‌های گسترده متهم کرده، میگوید که برای ثابت ساختن این ادعا اسناد کافی در دست دارند، اما دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی چون این گفته‌ها را رد می‌کند. آقای عبدالله تأکید می‌ورزد که از یک رأی مردم افغانستان نخواهد گذشت. در همین حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان از موضع‌گیری عبدالله عبدالله پشتیبانی می‌کنند. احمد فرشاد سالی گزارش می‌دهد.
میدهد. از یک رأی پاک مردم افغانستان تیره بشیم، از یک رأی. ظاهراً استعفای ضیاءالحق مرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات برای عبدالله عبدالله قناعت بخش نیست. برای پیوستنش در روند انتخابات بر پیش شرطهای پیشینش با فشاری دارد. میگوید باید در مراکزی که تقلب صورت گرفته است انتخابات دوباره برگزار شود. و آرا یک بار دیگر در حضور نماینده این تیم به تفتیش گرفته شود. به خاطر از اینکه من گفتم وقتی ما وارد پروسه میشیم که شرطهای ابتدایی ما پذیرفته شود. هر کسی که مسئولیت تقلب گسترده را در انتخابات داره در برابر قانون باید جواب بده. وی از عملکرد رئیس جمهور کرزی نیز خوشنود به نظر نمی رسد. می گوید آقای کرزی با وی مشکل داشته است و از سالها پیش نمی خواست وی به ریاست جمهوری برسد. واقعیت گپ همیست که مقابله ما برای رئیس جمهور بود از ابتدا. امی دکتر عبدالله خو نمیشه. عالی هنوز انتخابات ناشده، 8 ماه 9 ماه مانده، این خو نمیشه. بازگشت و مردم قبولش نمیکنن. حالا که مردم رای داده شد بازم مردم قبولم میکنن. این بار انتقاد به گونه تندتر از پیش و بی پیشینه. عبدالله عبدالله میگوید رقیبش به گونه گسترده تقلب کرده است. حالا در این تقلب او تیم سر تا پا غرق است. سر تا پا غرق است، تمام اسنادش در پیش ما هست. کمیسیون چه کرده؟ تمامش بر ما معلوم است. اما ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی این گونه ابراز نظر میکند. کسانی که چنین ادعایی دارن حتما مستنداتشان را به مراجع قانونی بسپارن و از طریق مراجع قانونی پیگیری بکنن تا مورد بررسی قرار بگیرن. صرف به گفتن به شیرین دهن به گفتن حلوا نمیشود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان و سنای کشور از تصمیم ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله استقبال میکنند و میگویند باید تدابیر سنجیده شود تا انتخابات از بحران به بیرون آید. از همه دوستان و همکاران بین المللی خود و در رأس آن سازمان ملل متحد می خواهیم قبل از آن که اوضاع از کنترل خارج شود و ملت خود وارد عرصه شوند تدبیر بیندیشند و به خیانتها نسبت به رأی و اراده ملت افغانستان پایان دهند. عبدالله عبدالله در این نشست خبری میگوید در روز برگزاری انتخابات ده ها ناظر وی لط و کوب و حتی در روزهای پیکارهای انتخاباتی اعضای این ستاد را از دست داده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید کشوگیرهای اخیر بر انتخابات ریاست جمهوری شکل معاملات سیاسی را داده است. مسئولان این نهاد می افزایند با ادامه این روند شوری های انتخابات بیشتر می شود و اگر دو طرف قادر به حل مشکلات میان آمده نیستند از نهادهای دیگر کمک بگیرند. وحید نویسا با شرح بیشتر این خبر. حل چالش انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ظاهرا ماموریت دشوار در کشور شده است. انتخابات با این چالش زیر دید فیفا نهاد ناظر انتخاباتی رنگ معامله سیاسی دارد. رنگ تیره ای که به گفته مسئولان آن آرای مردم را می پوشاند. کشمکش های سیاسی و سیاسی ساختن پروسه متاسفانه ضرر رسانده به پروسه و سبب شده که این مسئله حل نشه. تاکید فیفا بر این است که اگر چالش کنونی حل نشود و برای مردم که در شرایط دشوار به صندوق ها ریخته شده بی توجهی گردد، کمیسیون های انتخابات و نامزدان ریاست جمهوری مسئولند. در صورتی که این بحران به زودی حل نمیشه یا تنها خودشان نمیتونن کمک بگیرن از یونما و سطح کمک و میزان کمک از اونا را مشخص بسازند که در چه زمینه چگونه کمک صورت بگیره تا اینکه اعتمادی که از دست رفته دوباره احیا شود. این بنیاد انتخاباتی تنها راه گذر از پیچ و خم مشکل های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور را اتکای کمیسیون و هر دو نامزد به قانون میداند، چیزی که دوری از آن به باور مسئولان فیفا با به تاخیر انداختن اعلام نتایج ابتدایی و نهایی تقویم انتخابات را برهم میزند.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نقش ملل متحد را برای حل مشکل انتخابات مهم دانسته میگوید. امیدوار است که برای ختم این بحران یک راه حل دریافت گردد. رئیس مجلس نمایندگان هر نوع تقلب را در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مردود دانسته و از کمیسیون های انتخابات و شکایت های انتخاباتی می خواهد که آرای پاک را از ناپاک جدا سازند. عبدالعزیز کریمی با جزئیات بیشتر این خبر. مجلس نمایندگان توقع دارد که با میانجیگری ملل متحد و احترام به اراده مردم آرای پاک از ناپاک جدا شود. رئیس مجلس نمایندگان از پادرمیانی ملل متحد برای حل مشکلات انتخابات استقبال می کند. ملل متحد در این مسئله همکاری خود اعلان کرده، امیدوار هستیم که به خاطر جلوگیری از بحران حتما یک رای حل پیدا می شه، ولی تاکید می کنیم که یک رای باید شمار شوه و رای پاک از ناپاک جدا شوه. هر کسی که میاسه برای مردم افغانستان قابل قبول است. از سوی دیگر شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که تقلب به اندازه صورت گرفته که به گفته آنان نمیتوان نتیجه انتخابات را پذیرفت. اما شمار دیگر از نمایندگان بدین باورند که نباید دموکراسی نوپا را در افغانستان خدشه‌دار ساخت. به باور آنان باید با رای مردم احترام شود. به شرمانه به حد تقلب شده که هیچ مسلمانی که صاحب وجدان است نباید انتخابات تایید کنه. در رئیس اشرف غنی تتللی دی یا دکتر صاحب عبدالله تتللی دی لما سره فکر نسته، مگر دی دوغ رای ساتنه سی آقا خلق کم شرایطو که ورکردی دی آقا دی ما حق دی غو رای ساتنه کوم او هر سوک سی دی دوغ پزید باندی کم عمل سی مخیی کم نظر سرگندوی زد مغا غندم. این در حال است که روز شنبه دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل اعلام کرد که در صورت موافقت جناح‌های دخیل در انتخابات برای کاهش اختلافات انتخاباتی با نامزدان همکاری خواهند کرد. خبرها را پس از وقفه کوتاه ادامه می‌دهیم. با آریانا نیوز و آریانا باشید. وزیر خارجه پیشین امریکا میگوید سیاست استراتژیک پاکستان در مورد افغانستان نادرست ثابت شده و این سیاست دیگر مؤثر نیست. هیلاری کلینتون در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی هند گفته است دیدگاه پاکستانی ها با استفاده ابزاری از شورشیون به نفع پاکستان اشتباه است و اسلام آباد با حالا باید تمام قوتش را در مقابله با شورشیون متمرکز سازد. فهیم نوری با جزئیات بیشتر این خبر. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا در گفتگو با شبکه NDTV هند میگوید سیاست پاکستان به جستجوی عمق استراتژیک در افغانستان غلط به اثبات رسیده است و اکنون نیاز است که این کشور تمام قوتش را صرف مقابله با شبه نظامیان کند. دیدگاه های آنها برای استفاده از گروه های شورشی به دریافت عمق استراتژیک در صورتی که درست بوده باشد دیگر درست نیست. کلینتون در این گفتگو در مورد کتاب جدیدش تحت عنوان انتخاب‌های دشوار میگوید پاکستان حالا باید یک انتخاب دشوار کند و روابطش را با گروه‌های مختلف دهشت افغان قطع کند. پاکستان باید تمام قدرتش را به دنبال کردن افرادگرایان به خرج دهد. اردوگاه‌های آموزشی، بناگاه‌های امن و مدارسی که آموزش بمب‌گذاری انتحاری می‌دهد، مسدود کند. کلینتون می افزاید کسانی که به این نظرند که استفاده از عناصر دهشت افغان در افغانستان و هند به نفع پاکستان است اشتباه می کنند. استفاده از شورشیان توسط عناصر در ISI و ارتش پاکستان مثل نگه داشتن مارها در عقب منزل است که خیال کنید تنها همسایه را نیش می زند. این چیز است که ما شاهد آن هستیم و همان عناصر دولت پاکستان را تهدید می کند. استدلال من این است که مقام های پاکستانی باید این را جدی بگیرند و هر آنچه در توان دارند برای قطع روابط ارتش و استخبارات با شورشیان انجام دهند. به گفته این سیاستمدار با نفوذ آمریکایی و نامزد احتمالی انتخابات سال 2016 آمریکا، دهشت افغانان در حال حاضر به تحرکات عمیق‌تر در داخل پاکستان پرداختند و اهداف بزرگ در شهرهای این کشور مثل فرودگاه کراچی را مورد حمله قرار می‌دهند. باشندگان ولایت بدخشان در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز علیه تقلب‌های انتخاباتی دست بر راهپیمایی زدند. معترضان با صدور قطعنامه خواستار جدا کردن آرای پاک از آرای ناپاک شدند. محمد قاسم نصراللهی با شرح بیشتر.
هزاران تن صبح دوشنبه از شهر فیض‌آباد به سوی دفتری والی بدخشان و دفتری ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت راهپیمایی کردند. مظاهرتچیان با صدور قطعنامه هفت ماده‌ای خواستاری به تعلیق درآمدن وظیفه ضیاءالحق مرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و دخالت سازمان ملل متحد برای تفکیک رای پاک از رای ناپاک شدند. کم حالت به پکتیا که پیخ شویده، په بدخشان زمون خیالده که پیخ شویده، مون تا سرهو کم درغلی، کم ناروا تقلب په خوست پکتیا شویده، په نور ولایاتون شویده، زمون حکومت تا او سپوری ولی سکوت ده، زمون حکومت ولی دومره درغلی، دومره ناروا تقلب را روانده. او ما شما فعلا مظلوم قرار گرفتیم، این مظلومیت را کدن قبول نمیکنیم. ما شما ظالما را دندانش را باید بشکنیم، با ظالما باید بسیار باید ما شما جواب بسیار دندان شکن برشان بتیم. مردم بدخشان آماده هستند که بعد از امروز کارگاه‌های خود را حریق بکنند و برای دولت افغانستان و برای مسئولین این نشان بدهند که در افغانستان حکومت مردم سالار جایی ندارد، بلکه فاشیست ها می خواهند نظام تقلب را در افغانستان حاکم بسازند. در این حال راهپیمایی های مشابهی در برخی از ولایت های دیگر کشور این صورت گرفته است. فاکنون توجه کنید به مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل بین تیم های هلند و چیلی از آریانا. اما خبرها را از آریانا نیوز ادامه می دهیم. برای نخستین بار عملیات‌های شب‌هنگام از سوی قوای هوایی کشور با آلات شبین اجرا شد. فرمانده عمومی قوت‌های هوایی می‌گوید آلات شبین اجرای این عملیات‌ها را آسان‌تر ساخته است و پس از این آنان در اکمالات ارتش از طرف شب هیچ مشکلی نخواهند داشت. فؤاد ناصری با جزئیات بیشتر. آشناترین پرنده های آهنین در فراز آسمان نیلگون افغانستان. ارتش ملی افغان برای نخستین بار پس از 20 سال با چرخبال های روسی عملیات شب هنگام را آن هم با آلات شبین اجرا می کنند. خلبانان نیز برای هدف قرار دادن بهتر جنگجویان در یکی از روستاهای دوردست افغانستان آماده می شوند. اما این ماجراها واقعی نیست و بخشی از تمرینات قوت‌های هوایی افغان را نشان می‌دهد. سربازان ارتش می‌گویند آلات شبین آنان را در هدف قرار دادن جنگجویان طالب بیشتر کمک می‌کند. موفقانه وظایف که مثلا در روز اجرا نمی‌شد را شب اجرا کردیم، با هم از انتخابات هم اردوی ملی اکمالات دیستانت و همه چیزا وظایف ماست که در با امریکای شب اجرا می‌کنیم. با باور مقام های نظامی افغان بیشتر هواپیماهایی که از سوی آمریکا در اختیار قوای هوایی قرار گرفته پس از اندک زمان زمینگیر شده و سرپا نشدن این قوت ها سبب شده است تا این نیروها نقش نچندان در مبارزه با شورشگری داشته باشند. اما در اینجا خلبانان افغان برای اولین بار هواپیمای C-130 که از سوی آمریکا کمک شده را بدون مداخله مشاورین خارجی پرواز دادند. ایمر خلبانی که در آمریکا آموزش دید از جهانیان می‌خواهد تا در سرپا کردن قوای هوایی افغان تلاش کند. قبلا ما پروازا داشتیم با همکارای خود و اولین پروازی بود که بدون همکارا کلش عملی افغان بود. پرواز خوب بود، ما آمادگی خود داشتیم برای این پرواز. به این سیستم دفاعی که ما جوانا را تعلیم و تربیت کنیم، اقلا همی کم وقت کمیش 3 سال است، زیادش 5 سال. و پول که ما سنجیدیم در اوجا 9 میلیارد دلار بکار است. افغانستان پیش از جنگ های داخلی صدها جنگنده در اختیار داشت. سربازان افغان داشتن هواپیماهای جنگی را برای پیروزی در نبرد مهم می دانند. ترمیم هواپیماها بخش دیگر از کار قوای هوایی افغان است. این نیروها برای اولین بار با استفاده از جعبه سیاه توانستند تا جریان پرواز را زیر نظارت داشته باشند. ما میتونیم که اگر خدا نخواسته طیاره در کدام جای سقوط میشه که هیچ استفاده از او در داخل طیاره همی جعبه را نتونیم چک کرده، ما جعبه را از طیاره میکشیم، سابق ما روان میکنیم در یکی از مملکت های خارج. حالا میتونیم که همی طیارات خود جعبه شه، ما اینمی بخش استندی عزیز که فعال کردیم دینمی بخش میتونیم که همو جعبه سیاره فعال بسازیم، یعنی برق بتمیش.
یکی از نیازمندی های اساسی نظامیان افغان امروزه داشتن قوای هوایی مجهز است. این نیروها تاکید دارند که پیشبرد مبارزه با شورشگری بدون داشتن این نیروها کار دشوار است. اما ایالات متحده آمریکا سرپا کردن این نیروها را بدگیر می‌خواند. فاد ناصری، آریانا نیوز. پس از وقفه کوتاه بیننده خبرهای خارجی با همکاری رادیو آزادی باشید. صرافان سرای شاهزاده کابل برای گزینش رئیس جدید اتحادیه صرافان امروز انتخابات برگزار کردند. محمد خان منگل در این رأی گیری به عنوان رئیس اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل انتخاب گردید. آقای منگل میگوید بازسازی بنیادی این سرای از اولویت‌های کاری وی میباشد. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل نزدیک به 400 عضو دارد. برای پست ریاست این اتحادیه 3 تن خود را نامزد کرده بودند. پس از رای گیری محمد خان منگل با کسب 190 رای به عنوان رئیس این اتحادیه گزیده شد. آقای منگل میگوید در نخستین گام برای بازسازی بنیادی سرای شاهزاده تلاش میکند. با تفاهم هم زیربناهای سرای شاهزاده که واقعا زیربنا داره ولیکن کار شده یا نشده، انشالله عزیبات این زیربناها قوی خواهد شد. سرای شاهزاده بزرگترین مارکت مبادله اسعار در افغانستان است که روزانه میلیون ها دلار در این محل مبادله می شود. و حال توجه کنید به وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. و سرانجام شهر غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. سپاس از همراهیتون با سرویس خبری این ساعت.